دو، روز 14 فروردین فرمانده عملیات لشکر پنجم دیالی به خبرگزاری فرانسه گفت یک گردان از این لشکر و اشرف رفته است تا جایگزین گردان لشکر نهم شود، اما نوری مالکی که نخست وزیری خود را به طور کامل مدیون خامنه ای ولی فقیه رژیم آخوندی است، به درخواست این رژیم و برای تشدید اقدامات سرکوبگرانه دستور داد گردان لشکر نهم که در حمله و کشتار ژوئیه 2009 علیه اشرف نقش اصلی را داشته و شماری از فرماندهانش به اتهام جنایت علیه جامعه بین المللی تحت تعقیب دادگاه اسپانیا قرار دارند در اشرف باقی بماند. در همین رابطه مقاومت ایران از دبیر کل ملل متحد و نماینده ویژه دبیر کل در عراق و سفارت و فرماندهان نیروهای آمریکایی در عراق خواست به مسئولیت‌های خود در جلوگیری از این توطئه جنایتکارانه عمل کنند و حفاظت ساکنان اشرف را بر عهده بگیرند. همزمان و در حالی که محکومیت فزاینده نوری مالکی در عراق و سراسر جهان به خاطر اشغال بخش‌هایی از شمال اشرف با ستون‌های زرهی ادامه داشت، احمد چلبی جاسوس بدنام رژیم ایران و سارق تحت تعقیب بین المللی که نیات و طرح‌های این رژیم را بازگو می‌کند اعلام کرد از اقدام‌های اتخاذ شده از سوی دولت عراق با هدف پایان دادن به حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق حمایت می‌کنم.